تا اینجا ما با چهار مقطع مخروطی مهم آشنا شدیم. دایره، بیضی، سهمی و حضولی و همین نکاتش و معادلاتش رو با هم دیگه یاد گرفتیم و انواع مثالهای مختلف هم با هم دیگه حل کردیم. تمام سوالاتی ما با هم دیگه حل کردیم به جز دایره که افقی قائم نداشت، در مورد سهمی، حضولی و بیضی اومدیم گفتیم معادلات افقی و قائمشون. بیضی افقی، بیضی قائم، حضولی افقی، حضولی قائم، سهمی افقی، سهمی قائم. هیچ وقت در مورد سهمی مایل صحبت نکردیم یا بیزی که کج باشه. در مورد اینا هیچ وقت با هم دیگه صحبت نکردیم. میخوام تو فیلم های بعدی بحث رو ببرم سراغ مقاطع مخروطی مایل به جز دایره. خب دایره چون مایل هیچ وقت نداره، افقی قائم هم نداشه. قبلش نیازه که ما چند تا ویژگی خیلی مهم رو بدونیم. اون ویژگی مهم رو میخوام تو این فیلم بهتون یاد بدم و اونم رابطه بین دستگاه قدیم و جدید توی انتقال و توی دورانه. مفهوم چیه؟ فرض کنین که یک شیء داریم در فاصله 5 متری از دست من قرار داره. الان بگم مختصات این شیء نسبت به مبدا چی؟ میگی مثبت 5. مثلا اگه این قسمت مثبت در نظر بگیریم، این جهت مثبت 5. حالا من دستمو میبرم عقب‌تر قرار میدم، یعنی مبدامو عوض میکنم. حالا بگم مختصات این شیء تو دستگاه جدید چی؟ میگی مثبت 10. یعنی به اندازه 10 واحد فاصله داره، اینجا 5 واحد فاصله داشت. یه سوالی بپرسم، شیء من جابجا شده بود؟ نه. چرا دو تا عدد متفاوت برای مختصاتش به کار بردم؟ چون مبدأهام فرق کرد. پس اگر دستگاه مختصات اتفاق براش بیفته یا مبدأش جابجا بشه یا بچرخه، مختصات نقطه ها هم جابجا میشن و عوض میشن. میخوام بریم ببینیم چه رابطه‌ای بین مختصات یک نقطه تو دستگاه قدیم و تو دستگاه جدید در انتقال و در دوران وجود داره. خوب اینا رو یاد بگیریم که میخوام ازشون استفاده بکنیم توی مقاطع مخروطی مایل تو فیلم های بعدی. اول با انتقال شروع میکنیم. فرض کنید که یک دستگاه دو بعدی دارم با مرکز 0 و 0. من این دستگاه رو انتقالش میدم، میارم دستگاه رو میارم اینجا. یعنی ایکسش به اندازه آلفا بیاد جلو و ایگرگش به اندازه بتا بره بالا، مبدم تا به نقطه آلفا و بتا برسم. یه نقطه‌ای داشتم مثل آ. نقطه آ نسبت به دستگاه قدیمه مختصاتش بوده مثلا ایکس و ایگرگ و نسبت به دستگاه جدید بوده ایکس پریم و ایگرگ پریم. یعنی چی؟ یعنی اگه من اینو نسبت به این مبدا بسنجم، میگم ایکس پریم رفته جلو، ایگرگ پریم رفته بالا. اگه نسبت به این بسنجم، میگم ایکس رفته جلو، ایگرگ رفته بالا. پس برای این نقطه دو تا مختصات وجود داره. یک مختصات تو دستگاه قدیم که هست ایکس و ایگرگ، یک مختصات در دستگاه جدید که از ایکس پریم و ایگرگ پریم. مثلا تو دستگاه قدیم بوده مختصات 4 و 5، تو دستگاه جدید بوده مثلا 2 و 1 یا 1 و 2، فرقی نمیکنه. آیا این مختصات دوتا با هم دیگه فرق میکنن؟ نه. پس چرا عدداش فرق میکنن؟ نه، میگیم که نسبت به مبدأهای مختلف جابجا شدن. پس من میگم چه رابطه بین دستگاه قدیم و جدید وجود داره در انتقال؟ میگم ایکس من هست آلفای به علاوه ایکس پریم و ایگرگ من هست ایگرگ پریم به علاوه بتا، کاملا از روی شکل مشخصه. این میشه رابطه بین دستگاه قدیم و جدید که ایکس و ایگرگ مختصات نقطه در دستگاه قدیم، ایکس پریم و ایگرگ پریم مختصات نقطه در دستگاه جدید و آلفا و بتا مختصات رأسمه. دقت کنین که توی انتقال نقطه جابجا نمیشه، بلکه برای نقطه ها دو تا مختصات به کار میبرند، یکی در دستگاه جدید و یکی در دستگاه قدیم. بازم تاکید میکنم نقطه ها جابجا نمیشن، دو تا مختصاتی که میگیم بخاطر اینکه مبدا هامون فرق کرده. بریم یه تست با هم دیگه حل کنیم. مبدا مختصات را به رأس سهمی y2 به علاوه 4y مساوی با 2x انتقال میدهیم. معادله سهمی در دستگاه جدید چیست؟ خب یک سهمی دارم، یک سهمی که چون ایگرگ تواند داره افقی، یک سهمی افقی بوده، یه محور مختصاتی بوده و این سهمی اینجا قرار داشته. میگه محور مختصات از اینجا ورداشم، انتقال دادم، دقیقا گذاشتم رو رأس این دستگاه مختصات، ببخشید دستگاه محورهای مختص، دستگاه مختصاتو دقیقا گذاشتم رو رأس این. توی دستگاه جدید معادله این سهمی چی میشه؟ چون قاعدتا وقتی دستگاه جابجا میشه، محورهای مختصات انتقال پیدا میکنه یا میچرخن، قطعا معادلات هم همه چی به هم میرزه. شکل همونه، جابجا نمیشه، ولی چون برای نقطه ها میگی مختصات جدیدی به دست میاد، برای معادلات هم دقیقا معادلات جدیدی به دست میاد. خب اولین گام اینه که من بیام مختصات مبدأ جدید رو به دست بیارم. مبدأ جدید رأس این سهمیه، پس اول باید مرتب بشه. توی سهمای گفته بودیم اونی که تواندو داره یه طرف، که یه طرف بقیه اون طرف، نصف ضریب ایگرگ به تواندو رو به طرف این اضافه میکنیم. این اتحاد میشه، میشه ایگرگ به علاوه دو به توان دو مساوی است با، اینم از یه دو فاکتور میگیم. رأس این میشه مبدأ جدید، رأس این میشه منفی 2 و منفی 2 که همون آلفا و بتا منن.
ما رابطه ای که بین دستگاه قدیم و جدید توی انتقال داشتیم این رابطه بود که x بود x پریم به علاوه آلفا، y بود y پریم به علاوه بتا. به جای آلفا و بتا منهای دو قرار میدم. حالا بچه ها توی دستگاه، توی این معادله قدیم، معادله استانداردش، این الان این معادله رو استاندارد کردم، این معادله که تو کاغذ زرد رنگ گذاشتم به دست اومده، این معادله سهمی تو دستگاه قدیم بوده. حالا من x و y رو برمی‌دارم و جدید جایگزین، جدید x شده x پریم منهای 2، جدید y شده y پریم منهای 2. پس به جای y پریم منهای 2 میذارم، به جای x هم x پریم منهای 2 میذارم. یه ساده سازی که بکنم میشه y پریم به توان 2 مساوی با 2 تا x پریم. بچه ها یک سهمی بوده، تو دستگاه قدیم معادلش این بوده، تو دستگاه جدید معادلش اینه. سهمیه جابجا نشده، ولی وقتی دستگاه و محورهای مختص رو جابجا میکنم معادلاتشون عوض میشه که x و y قدیمو برمی‌داری جدید جایگذاری میکنیم. یه تست دیگه حل کنیم. ها قبلش بریم در مورد دوران صحبت کنیم با هم دیگه بچه‌ها. اگر من بیام محورهای مختصات و حول مبدأ بچرخونم، فرض یه نقطه آی بوده، مختصاتش بوده x و y، من دستگاه رو میچرخونم به اندازه تتا در جهت مثلثاتی. حالا توی این دستگاه همیشه باید عمود کنی، به اندازه x پریم اومده جلو، به اندازه y پریم رفته بالا. چه رابطه بین x و y وجود داره؟ رابطه اینجا نوشته شده. x من میشه کوسینوس تتا x پریم منهای سینوس تتا y پریم. y من میشه سینوس تتا x پریم به علاوه کوسینوس تتا y پریم. بچه x و y مختصات نقطه در دستگاه قدیمه، x پریم و y پریم مختصات نقطه در دستگاه جدیده، و تتایی که اینجا داریم همون زاویه دوران در جهت مثلثاتی، یعنی اگه در خلاف جهت مثلث به جای تتا منهای تتا میذاریم. بچه دقت کنید که اینا کوسینوسن، اینا سینوسن، بالای منفی. اینجوری میتونید تو ذهنتون به راحتی رابطه رو حفظ کنید و تو ذهنتون نگه دارید. اثبات این رابطه در کتاب درسی اومده، کسایی که دوست داشته باشن میتونن کتاب درسی رو نگاه کنن، اینکه این رابطه از کجا اومده به راحتی توی کتاب درسیتون اثبات شده. بریم یه تست از این حل کنیم. اگر محورهای مختصات را 45 درجه دوران دهیم، معادله مقطع مخروطی y مساوی با منفی 2x در دستگاه جدید کدام است؟ خب یه شکلی داریم، یه معادله‌ای داریم، میگه دستگاه مختصات 45 درجه چرخوندن، تو دستگاه جدید معادله همین چی میشه؟ این شکل تغییر نمی‌کنه ها، چون دستگاهم عوض میشه، میچرخه، یه دستگاه جدید داریم، پس معادله‌ام هم جدید میشه. رابطه‌ای که بین دستگاه قدیم و جدید بود که گفتیم x بود کوسینوس تتا x پریم منهای سینوس تتا y پریم، y بود سینوس تتا x پریم به علاوه کوسینوس تتا y پریم. به جای تتا 45 میذارم، این میشه رادیکال دوم، اینم میشه رادیکال دوم، اینم همینطور. از این رادیکال دوم فاکتور میگیریم که ساده تر بشه، پس x و y به دست اومد، تموم شد. این x و y که به دست آوردم اینجا نوشتم. خب اول معادله رو یه ساده میکنم، میشه yx مساوی منهای 2. بچه ها این معادله قدیمه چون y و x داره، معادله جدید باید x پریم y پریم داشته باشه. پس من y رو برمیدارم، به جاش رادیکال 2 دومه x پریم به علاوه y پریم میذارم، به جای x هم رادیکال 2 دومه x پریم منهای y پریم میذارم. رادیکال 2 دومه تو هم ضرب بشه میشه 2 چهارم 1 دوم، این پرانتز هم تو هم ضرب بشه اتحاد مزدوج میشه، میشه x پریم به توان 2 منهای y پریم به توان 2 مساوی منهای 2. حالا کل اینو به یه دونه منهای 2 که تقسیم کنم میشه y پریم به توان 2 4 منهای x پریم به توان 2 4 مساوی با 1. بچه این معادله جدید شد. بچه دقت کنین که شکل من عوض نشد، شکل من عوض نشد، ولی چه اتفاقی افتاد؟ قیافه معادله عوض شد. بریم قیافه جدید معادله رو نگاه بندازیم. وقتی قیافه جدید معادله نگاه میکنم میفهمم یه حضلولی قائمه، ولی تو فرم قبلی که بود من نمیتونستم این معادله حضلولیه. ای چرا وقتی معادله چون گفتیم شکل عوض نشده دیگه، من دستگاه رو چرخوندم تو دستگاه جدید معادلش این شد و من فهمیدم این حضلولیه قائم، یه حضلولیه، ولی در حالت کلی نمیدونستم که این حضلولیه. چه اتفاقی داره میفته؟ چه چیزی میخوام بهت بفهمونم؟ خوب گوش کن. معادلاتی که توشون x y داره بهش میگن مقاطع مخروطی مایل. این معادلات میتونن حضلولی باشن، میتونن بیزی باشن، میتونن سهمی باشن، ولی قطعا دایره نیستن چون دایره ها مایل ندارن. اینکه چه شکلی تشخیص بدیم این معادله چیه، باید دستگاه مختصات رو درست بچرخونیم. مثلا نگاه کنیم، فرض کنیم که من یه حضلولی داشتم، به صورت مثال دارم میگم یه حضلولی مایل، من دستگاه مختصات رو میام به اندازه تتا درجه میچرخونم، انقدری میچرخونم که دستگاه مختصات من یکی از محورهاش دقیقا روی محور کانونی این حضلولی بیفته. توی دستگاه جدید حضلولیت افقی شد مثلا. حالا اگه اینوری میچرخوندم حضلولیم قائم میشد. ببین شما معادله حضلولی افقی و قائم رو بلدی.
معادله حضور افقی، ولی مایل بلد نیست. در واقع معادله اینو بلد نیستی، یعنی معادلش نسبت به این دستگاه آبیه رو شما نمیدونی چه، چون مایله. ولی وقتی دستگاه رو چرخوندیم تو دستگاه جدیده حضلولید افقیه، تو دستگاه جدیده چون محور کانونی دقیقا در جهت محور ایکس افتاده، اگه محور ایکس بگیریم اینو محور ایکس بگیریم، چون محور کانونی دقیقا در جهت ایکس افتاده میگیم حضلولید من افقیه. پس اینکه تشخیص بدیم که یک معادله چیه، بعد دست محورهای مختصات بچرخه. تو فیلم‌های بعدی میخوام در مورد این موضوع با همدیگه به اندازه کافی صحبت کنیم.